اصلا لازم نیست که اهل شعر و ادبیات باشیم تا به ماجرای زندگی فروغ علاقه نشون بدیم چون انقدر این داستان پر فراز و نشیب هست که هر آدمی دوست داره ازش سر در بیاره عشق، خیانت، جدایی و معشوقه مردی متعهل بودن چیزایی که همه رو فروغ تجربه کرده همراه باشین تا ماجرا رو کامل بشنوید. بریم به سال 1313. توی روز سرد زمستونی در محله امیریه تهران دختری به دنیا میاد که اون زمان کسی فکرش هم نمی کرد. بعدها همین بچه از درخشانترین آدمای روزگار خودشو نسلهای بعدی بشه. فروغ با پدری نظامی و سختگیر و مادری مهربون و ساده بزرگ میشه جالب اینجاست که شعر گفتنش هم ارسی بوده که از باباش گرفته بود اما انقدر سختگیری و باید نباید های پدرش زیاد بوده که دخترک وقتی تو دوازده سیزده سالگی شعر عاشقانه میگه از ترس همه رو یا میسوزونه یا پاره میکنه تا هیچ اثری ازش باقی نمونه و چقدر حیف که هیچ وقت اون شعرا چاپ نشدن شاید همین شرایط خفقان آلودی که تو خونه روی دوش فروخ سنگینی میکرده باعث میشه که تو 16 سالگی هوای عاشقی به سرش بزنه و در اصل راه فراری بشه براش تا آزادانه بدون بکن نکنهای خونه پدری رو ادامه بده این وسط عاشق پسرخاله مامانش که اسمش پرویز شاپور بوده میشه. تازه پرویز پونزده سالم ازش بزرگتر بوده. میدونی وقتی پای عاشقی بیاد وسط کلن عقل و هوش رو از آدم میگیره. انقدر فروغ پرویز و دوست داشته که با وجود ترس زیاد از پدر شروع به نامنگاری با پرویز میکنه که همش پر بوده از ابراز علاقه و بالاخره این محبت پنهانی آشکار میشه و ماجرا به ازدواج ختم میشه بعد از جشن عروسی فروغ به خاطر کار شوهرش مجبور میشه به جنوب بره که البته با شرایطی که تو خونه قبل از ازدواجش داشته براش بدم نمیشه فروغ یک سال بعد از ازدواج یعنی حدودای سال 1330 با شوهرش به مشکل برمیخوره و انقدر اختلافشون زیاد میشه که بودن تو خونه پدریشو با تمام سختیاش به موندن کنار شوهرش ترجیح میده قبول دارین که همیشه موفقیت ها وقتی پیش میان که قبلش آدما یه دل شکستگی، قمی، یا ناراحتی رو تجربه کرده باشم و فروغم موفقیتش از وقتی شروع شد که خیلی به دلش غم داشت آغاز کارش شعری بود با عنوان گناه که توسط استاد فریدون مشیری در مجله چاپ شد این شعر برای فروغ سکوی پرشی شد که حسابی اونو مشهور کرد و خدایی شعرایی که میگفت انقدر دلی بود که مردم با هر سطح سوادی که داشتن به خودش جذب میکرد. اما از اونجایی که همیشه یک سری آدم نادون تو جامعه هستن سر همین شعر گناه فروغ حرف و حدیث در آوردن و بهش انگ زن بدکاره بودن و زدن. این حجم از فشار اونم تو خونه پدری با اون اخلاق راهی جز رفتن و تنها زندگی کردن برای فروغ نزاشت ترجیح داد این بیابروی و تنهایی به جون بخره و خونه کوچیکی تو خیابون شاه اجاره کرد تصمیم گرفت خرج زندگیشو با نوشتن سفرنامه و داستان برای مجلات بگذرونه اما طولی نکشید که فهمید از این کار جدید رضایت کافی رو نداره و مجبور شد برگرد آبادان پیش شوهرش رفتن دوباره فروغ پیش پرویز مادر بودن و براش رقم زد و در سال 1331 پسری به اسم کامیار به دنیا آورد البته متاسفانه تولد این بچه هم نتونست به زندگیش سر و سامون بده و وقتی کامیار سه سالش بود پرویز و فروغ از هم رسما جدا شدن طلاق قطعا راه سختی تو زندگی فروغ بود اما وقتی قانون بچهش ازش گرفت و حتی اجازه دیدن کامیارو رو بهش نداد شونه فروغ زیر بار غم خم شد قلب شاعر جوان خیلی شکسته بود به احساس میکرد کرد روزای زندگیشو داره میگذرونه با تمام این مشکلات فروغ به راه و هدفش ادامه داد و چه بسا همین سوز دلش منشه شعرهای زیباش می شدن. بار دیگه به تهران برگشته بود و بعد از چند ماه زندگی کردن تو خونه مجردیش تصمیم گرفت دوباره به همون اتاق خونه پدریش برگرده البته این بار استقلالش رو حفظ کرد و با رفتن به اروپا به بهانه آشنا شدن با فرهنگ غرب از اون زندان خودش رو رها کرد. سفرهای فروغ فقط تفریحی نبود و به گشت و گذار نگذشت. تو اون مدت تونست زبان فرانسه، ایتالیایی و آلمانی رو به خوبی یاد بگیره. اما کنار تمام تلاشایی که میکرد یکی از قمنگیز ترین قسمت زندگیش اونجایی بود که با این که طلاق گرفته بود هنوز عاشق شوهر سابقش پرویز بود دومین دفتر شعرشو به اسم دیوار برای عشق اولش نوشت و رسما به همسر سابقش تقدیم کرد فروغ در اروپا چند زبان یاد گرفته بود و کنار شعر گفتن به ترجمه و مقاله نویسی هم مشغول بود تا یه روز به واسطه یکی از دوستاش با ابراهیم گلستان که نویسنده و فیلمساز ایرانی بود آشنا شد همین موضوع ماجراهای زیادی به دنبال داشت عشق فروغ به ابراهیم گلستان که زن و بچه داشت یه ماجرای پرفراز و نشیب درست کرد آدم وقتی بخواد ماجرایی و بگه که دوتا زن در اون هستن خیلی سخت میشه. یه طرف زنی عاشق پیشه و رنجید خاطر مثل فروغ و طرفی دیگه زنی که مورد خیانت قرار میگیره و میبینه شوهر و زندگیشو ازش میگیرن مثل فخری زن ابراهیم گلستان. فروق بعد از اون همه سختی و گرفتن بچهش انگار راه نفس تازهی پیدا کرده بود و زندگیشو با ابراهیم گلستان قشنگ میدید. از طرفی فخری که زن ابراهیم بود به چشم خودش نابودی زندگیشو تماشا می کرد. پوران خواهر فروغ تو خاطراتش تعریف میکنه که فروغ بعد از آشناییش با ابراهیم زندگیش به کلی عوض شد. آروم و خوشحال بود و مدام می گفت ابراهیم با تمام مردها فرق می کنه. تنها مردیه که دوست دارم حرفشو گوش بدن. برای فروغ ابراهیم خیلی جذاب بود و یک کلام حسابی دلباختر شده بود. عاشق پیشگی زنی با اون همه لطافت روح و بیان و البته جسارتی که تو ابراز عاشقی داشت دیدنی بوده اونا با هم رفت آمد داشتن و همه رو از این ارتباط با خبر کرده بودن اونقدر واضح که ابراهیم نزدیک دفتر کارش تو محله دروس برای فروغ خونه گرفته بود و فروغ خیلی راحت به خونه ابراهیم رفت آمد میکرد انگار فخری بیچاره هم این ماجرای تلخ و پذیرفته بود و از سنگینی لال شده بود ابراهیم دوتا بچه داشت که به گفته فروغ دخترش لیلی با اون خوب نبود اما پسرش کاوه اوقات خوشی رو با فروغ میگذروند البته پوران خواهر فروغ میگه ابراهیم و خواهرم به مگو زیاد داشتند و احساس سرخوردگی همیشه در وجود فروغ موج میزد. حتی چندین بار تا محضر برای ازدواج رفتند و فروغ لحظه آخر از ازدواج با ابراهیم پشیمون میشه. ولی عشقش هم به ابراهیم خیلی زیاد بود و از اون تبهای تندی نبوده که زود فروکش کنه و سرد بشه. بیشتر آدمایی که از نزدیک های فروغ بودن حتی خودکشی فروغ و به خاطر دعوای شدید اون با ابراهیم میدونن اما ماجرای نجات فروغ از مرگ خیلی جالبه لیلی دختر گلستان میگه یه روز فروغ به مادرم زنگ زد و بهش گفت که خودکشی کرده لیلی ادامه میده نمیدونم چرا مادرم زندگی زنی رو که روزگارش رو سیاه کرده بود و نجات داد قطعا فخری انقدر مهربون و باگذشت بوده که دلش نمی اومده دختر جوونی مثل فروغ بمیره هیچ کس باورش نمیشد که عمر فروغ انقدر کوتاه باشه و خودکشی نکرده خیلی زود از بین بره و خیلی زود شمع وجودش در طوفان روزگار خاموش بشه سال 1345 توی روز سرد زمستونی وقتی فروغ در حال رانندگی تو خیابون قلحک بود در مقابل سرویس بچه های مدرسه قرار میگیره و از ترس تصادف با اون ماشینش رو منحرف میکنه و در همون لحظه روحش به پرواز در میاد وقتی میرسوننش به بیمارستان دکتر میگه که جونی تو بدن نیست و تموم شده 26 بهمن ماه جسم بیجان فروغ در آرامستان زهیر و دوله وقتی که برف هم میبارید و آسمون هم دلش گرفته بود به خاک سپرده میشه و ابراهیم بعد از مردن معشوقش برای همیشه ایران ایرانو ترک میکنه و فخری تنها میمونه کاوه پسر ابراهیم گلستان میگفت پدرم در واقع با فروغ مرد روح فروغ شاد با یادش گرامی و این منم زنی هنها در آستان فصلی سر در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساد و که آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی